مرا در منزل جانان چه امن ایش چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها شب تاریک و بیم موج و گرداوی چون این هایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها درود بر شما حالتون خوبه که انشالله امیدوارم که همیشه خوب تندرست راضی و خوشنود باشید در این نوبت میخوام یکی از شعرهای پر تأثیر محاصر رو براتون بخونم در یک قالب سنتی یکی از بهترین مصنوی هایی که در روزگار ما تأثیر گذاشت و هر وقت که من میخونم واقعا تحت تأثیرش قرار میگیرم یه مصنوی است به نام مرگ اقاب سروره پرویز ناتل خانلری از استادان ادبیات بود مدتی هم وزیر بود و بسیار تاثیرگذار است خویشان مادری انگار نیمایوشیج بود و شاعر خوبی هم بود ناطل خانلری در حوزه ادبیات دانشگاهی هم خوب صاحب تعلیفات گسترده ای است یک نسخه خیلی خوب از حافظ تاثیر کرده دستور زبان فارسی رو خیلی خوب در کتابی جمعآوری کرده و بیان کرده اما شعر مرگ غاب چیز دیگری است مرگ اوقاب به شرافت زندگی و به شأن وجودی بشر اشاره میکنه آدم ها ممکنه طولانی زندگی کنند ولی شریف نباشند و گاهی بسیار کوتاه زندگی کردند اما شرافتشون در تاریخ ثبت شده کیفیت زندگی خیلی مهم اینکه چطور شرایط زندگی رو برای خودمون درست کنیم که با افتخار زندگی کنیم حتی اگر رفاه نداریم حتی اگر از بدیهیات اجتماعی بی بهره هستیم شریف بمانیم این مسئله بزرگیه در اخلاق انسانی در مکاتب مختلف فکری حتی دین و مذاهب مختلف این از مشترکات رویایی زندگی بشر ناطل خانلری این مصنوی فوقلار جذاب رو تقدیم کرده به سادت هدایت بعد از فوت هدایت در واقع زندگی کوتاه ولی پر کیفیت و درجه که صادق ادایت این ذهنیت رو در خانلری ایجاد کرده که به این نکته در این قصه اشاره کنه قصه قصه جذابیه عبیاتش هم نسبتا زیاده من اجازه بدید بخش بخش بخونم و توضیحات مختصر بدم که هم دور نشیم از اون بحثایی که باید انجام بشه و هم یک استراحتگاه هایی در اواسط شعر ایجاد کنیم ماجرای اقابی است که فکر میکنه کم کم به پایان عمرش رسیده و به این اندیشه میرسه که یه کاری کنه که زندگیش طولانی بشه خب نماد زندگی طولانی زاق هست کلاق که روایت شده که گاهی تا سی ست سال هم عمر کردن در حالی که اقاب در بهترین شکلش سی سال میتونه زندگی کنه این که از زاغ بپرسی که چگونه زندگی کنم که عمرم طولانی بشه منطقیه اما اصلا به نتیجه نخواهد رسید تو شعر به این خواهیم رسید پس اجازه بدید تکه تکه براتون بخونم فوق العاده شعر قوی و جذابی هم این ابیاتش جوری که در حافظه میمونه لحظات با شکوه درجه یکی هم داره امیدوارم شما بپسندید گشت غمناک دل و جان اقاب چو از او دور شد ایام شباب ریر کش دور به انجام رسید آفتابش به لب بام رسید باید از هستی دل برگیرد ره سوی کشور دیگر گیرد خواست تا چاره ناچار کند داروی جوید و در کار کند فکر میکنه عمرش به پایان رسیده و باید ره سوی کشور دیگر گیرد یعنی این دنیا رو رها کنه به یک دنیای دیگری بره خب طبیعی است که خواست چاره کنه این ناچاری رو این بیچارگی رو درمان کنه یک دارویی پیدا کنه چه کار میکنه صوبگاهی ز پی چاره کار گشت بر باد سبک سیر سوار توصیف پرواز اقاب هست حالا عقاب که روی آسمون شروع میکنه به پرواز روی زمین اتفاقاتی میفته چون اقاب شکارچی قدرتمند و بزرگی است و روی زمین اونهایی که عموما شکار اقاب میشن به هیجان میفتن به اون چه توصیف فوقلادهی از این هیجان روی زمین کرده گله که آهنگ چرا داشت بدشت ناگه از وحشت پر ولوله گشت وان شبان بیمزده زده دلنگران شد پی بره نوزاد دوان کپک در دامن خاری آویخت مار پیچید و به سوراخ گریخت آهو استاد و نگه کرد و رمید دشت را خط قباری بکشید پوغلاده است هر کنو از این تصویر با ایجاز یعنی با مختصرگویی و خیلی تصویری و خیلی گویا بیان شده شبان خوندم میدونید دیگه بیشتر شبان تلفظ میشه اشکالی هم نداره ولی اصل کلمه شبان هست چوبدار میگفتن حتی به کسانی که گله رو به چرا میبردن یا مسئول چراندن گوسفندان بودند میگه آن شبان بیمزده دلنگران شد پی بره نوزاد دوان گفت الان که عقاب بیاد چه کارش کنه این تصویر آهو که وسط نگاه کرد بعد رمید و در دشت خط قباری کشید فوق العاده شاعران است لیک سیاد سر دیگر داشت سیر را فارغ و آزاد گذاشت اصلا اندیشه دیگه ای داشت برای شکار نیوده بود این شکارها رو رها کرد چاره مرگ نکاریست حقیر زنده را دل نشود از جان سیر آدمی که زنده است از عمر سیر نمیشه همیشه دوست داره ادامه بده زندگیشون سید هر روزه به چنگ آمد زود مگر آن روز که سیاه نبود روزهای دیگه میتونه بیاد سید کنه ولی روزی که نباشه چی؟ به فکر نبودنش باید باشه خب میگرده ببینه کجا باید دنبال چاره بگرده طبیعی است که همون روایت که گفتیم زاق تا 300 سال عمر میکنه آشیان داشت در آن دامن دشت زاغکی زشت و بدندام و پلشت سنگ ها از کف تفلان خورده جانز صد گونه بلا در برده سال ها زیستف زونز شمار شکم آگنده ز گند و مردار توصیف جانانه ای از اون زاغ میکنه مردار خاره دیگه آشغال میخوره پلشته بدندامه ولی سالهای فراوانی زندگی کرده بر سر شاخ ورا دید اقاب زاسمان زا سوی زمین شد به شتاب گفت ای دید زما بس بیداد با تو امروز مرا کار افتاد مشکلی دارم اگر بکشایی بکنم آن چه تو می فرمایی گفت ما بنده درگاه توییم تا که هستیم هواخواه توییم بنده آماده بود فرمان چیست جان به راه تو سپارم جان چیست دل چو در خدمت تو شاد کنم ننگم آید که جان یاد کنم ما فرمان برداریم هر کار که شما بفرمایید من بتونم جونم و فدای شما میکنم این همه گفت ولی در دل خیش گفتگوی دگر آورد به پیش که این ستمکار قوی پنجه کنون از نیاز است چون این زار و زبون لیک ناگه چو قذب ناک شود زو حساب من و جان پاک شود دوستی را چو نباشد بنیاد حزم را بایدت از دست نداد ارادتمندی کرد و خیلی چاپلوسی کرد برای اوقا و تو دلش گفت که نه این نیازمنده که اینجوری مهربونه یه ذرت خشبین بشه کار من تمومه در دل خیش چو این رای گزید پرزد و دور ترک جای گزید زار و افسرده چون این گفت اقاب که مرا عمر است برا راست است این که مرا تیز پرست لیک پرواز زمان تیزتر است من گذشتم به شتاب از در و دشت به شتاب ایام از من بگذشت هرچه از عمر دل سیری نیست مرگ می آید و تدبیری نیست من و این شهبر و این شوکت و جاه عمرم از چیست بدین حد کوتاه تو بدین قامت و بال ناساز به چه فن یافته ای عمر دراز حرف اصلی و زد دیگه خب هیچ کس از عمر دلش سیر نیست یعنی هیچ کس دیگه فکر نمی کنه باید بمیره دیگه نه همه دوست دارن زنده بمونن اما خب فرق داره من با این شهپر با این شکوه چرا اینقدر عمرم کوتاه بعد تو با این قواره کج و چرا عمر طولانیه پدرم از پدر خیش شنید که یکی زاق سیه روی پلید با دو ست حیله به هنگام شکار صد رهش چنگش کرده از فرار پدرم نیز به تو دست نیافت تا به منزلگه جاوید شتافت لیک هنگام دم باز پسین چون تو بر شاخ شدی جایگزین از سر حسرت با من فرمود که این همان زاغ پلید است که بود عمر من نیز به یغما رفته است یک گل از صد گل تو نش گفته است چیست سرمایه این عمر دراز رازی اینجاست تو بکشا این راز پدر پدر من دنبال تو میکرده نتونسته شکارت کنه پدر من به تو دست پیدا نکرد دم مردن گفت این همون زاغه است حالا منم عمرم تموم شده تا هنوز یک گل از صد گل نش گفته انگار نه انگار مرگی برای تو هست این راز رو برای من آشکار کن خب طبیعی یک بزرگی مثل اقاب محتاج یک حقیری مثل زاق شده حالا زاق کم کم هواورش می‌داره. می داره. طرف مشورت قرار گرفته احساس قدرت میکنه لحن چاپلوسانه و اون تواضع اولیش از بین میره حالا فخر میفروشه به اقاب خیلی شخصیت پردازی و خوب اتفاق می‌بینید. میبینید من سعی میکنم وسطاش قد نکنم اونقدر عبیات خانلری جذاب و شیوا و گویاست که حیفه که من وسطاش هی حرف میزنم ولی چاره هم نیست دیگه زاغ گفت در تو در این تدبیری عهد کن تا سخنم بپذیری عمرتان گر که پذیرت کم و کاست. دیگران را چگونه گناه شماست ز آسمان هیچ نیایید فرود آخر از این همه پرواز چه سود تقصیر خودتون و عمرتون کوتاه اون بالا دارید پرواز میکنید آخه این همه پریدن و بالا رفتن فایدهش چیه پدر من که پس از سیصد و اند کان اندرز بود و دانش و پند این چه فخر میفروشه بارها گفت که بر چرخ اسیر بادها راست فراوان تاثیر با الف و سه سه نقطه به معنی کره آتش هست اون بالای جو که توی اون داستان فوقالعاده بوفکور از صادق هدایت یک زن اسیری داریم یعنی زنی که از جنس زمین از جنس مسائل عادی زندگی نیست ی بالاتر رویایی تر و معنویتره پدرم که خیلی حالیش بود میگفت که بادهایی که در اون بالا میوزن خیلی تاثیر دارن اما بادها که زبر خاک وزند تن و جان را نرسانند گزند یعنی اونایی که بالا بالا میپرند زود آسیب میبینند اونایی که نزدیک به زمین میپرند آسیبی نمیبینند بادهای بالاست که آن این شما چون بلند پروازی میکنی عمرت کوتاه میشه هرچه از خاک شوی بالاتر باد را بیش گزند دست و ضرر تا به جایی که بر اوج افلاک آیت مرگ شود که هلاک ما از آن سال بسی یافته ایم که از بلندی رخ برتافته ایم زاغ را میل کند دل به نشیب عمر بسیارش از آن گشته نصیب دیگر این خاصیت مردار است عمر مردار خوران بسیار است خب یه دلیلش بود که خیلی میپرید دلیل دیگر اینه که ما زاغ ها مردار خاریم شما گوشت تازه میخورید مردارخار عمرش طولانی میشه گند و مردار بهین درمان است چاره رنج تو زان آسان است خیز و زین بیش ره چرخ مپوی تومی خیش بر افلاک مجوی ناودان جایگهی سخت نکوست به هزان کنج حیات و لب جوست من که بس نکته نیکو دانم راه هر برزن و هر کو دانم آشیان در پس باقی دارم و در آن باغ سراقی دارم خان گسترده الوانی هست خوردنی های فراوانی هست خب حالا باز پوز میده که من که خیلی چیزا میدونم واقعا اینجوریه دیگه وقتی یادم ناچیز رو بهش اعتبار میدی قواری ناچیزش تحمل اون اعتبار رو نداره از هنجار خارج میشه حالا فکر میکنه حکیم بزرگیه گفت یه جایی میشناسن گفت ناودون خیلی خوبه کنج حیات و لب از اونم بهتره اون بالا بالا پرواز نکن من یه جایی سراغ دارم تو کنج یک باقی پر از خوردنی های خوبه آنچه زان زاق چونین داد سراغ گندزاری بودن در پس با. بوی بد رفته از آن تا راه دور معدن پشه مقام زنبور نفرتش گشته بلای دل و جان سوزش و کوری دو دیده از آن شای که که میگفت بهترین سفره است و بهترین از آشغال بود و نفرت انگیز و کثیف آن دو همراه رسیدند از راه زاغ بر سفره خود کرد نگاه گفت خانی که چنین الوان است لایق حضرت این مهمان است می کنم شکر که درویش نیم خجل از ماهزر خیش نیم ماهزر این آنچه که هست خدا شکر همه چی دارم و مهمون عزیزی هم دارم این لایق این مهمونه سفره پر این سفره سفری اوقاب نیست گفت و بنشست و بخورد از آن گند تا بیاموزد از او مهمان پند میشه از خورد که یاد بگیره با او بخوره مردار بخوره که عمرش طولانی بشه حالا بریم تو دل اقاب ببینیم اوقاب چه حالی داره عمر در اوج فلک برده به سر دم زده در نفس باد سهر ابر را دیده به زیر پرخیش حیوان را همه فرمان برخیش بارها آمده شادان ز سفر به رهش بسته فلک تاق زفر سینه کپک و تزر و تیهو تازه و گرم شده تومه او اینک افتاده بر این لاشه و گند باید از زاق بیاموزد پند بوی گندش دل و جان تافته بود حال بیماری دق یافته بود گیت شد بست دمی دیده ی خیش. دلش از نفرت و بیزاری ریش یادش آمد که در آن اوج سپر هست پیروزی و زیبایی و مهر فر و آزادی و فتح و زفر است نفس خرم باد سحر است دید بک شد و به هر سو نگریست دید گردش اثری زین ها نیست آنچه بود از همه سو خاری بود وحشت و نفرت و بیزاری بود چشماشو بس یادش افتاد اون بالا بالا چه کیفی داشت هوای تازه فتح زفر احساس شکوهمند پیروزی چشماشه که باز کردی نه اینا هیچ خبری نیست همش نفرته همش بیزاریه بال بر هم زد و برجست از جا گفت یار ببخشای مرا سالها باش و بدین عیش بناز تو و مردار تو و عمر دراز من نیم در خور این مهمانی گند و مردار تو را ارزانی گر بر اوج فلکم باید مرد عمر در گند به سر نتوان برد نتونست تحمل کنه بالشو با به با هم زد پرواز کرد گفت تو مردار تو بخور و عمر طولانی تو داشته باش من در خور و شایسته این مهمانی نیستم من تو آسمون بلند که تازه تزرو تازه یک پرنده خوشگوشت و خوشمزه است که شکارش میکنن تیهو هم همینطور تزر و تیهو اونها شکار من میشدن من نمیتونم گر بر اوج فلک هم باید مرد اون در گند به سر نتفان برد اگه قرار اون بالا بالا ها بمیرم اشکال نداره نمیتونم عمر طولانی وسط این گند وسط این پلشتی ها و بیزاری ها داشته باشم بخش پایانی شعر فوقلاده است شهبر شاه هوا اوج گرفت زاغ را دیده بر او ماند شگفت رفت و بالا شد و بالا تر شد راست با مهر فلک همسر شد لحظه چند بر این لوح کبود ای بود و سپس هیچ نبود اونقدر اوج گرفت که دیگه دیده نشد حالا زاغ این پایین واسطه نگاه میکنه انتخاب عقاب بهتر زندگی کردنه نه بیشتر زندگی کردن این همان چیزی بود که خانلری قاعدتا در نوع زندگی کردن هدایت دیده بود که این شعر رو تقدیم کرده به صادق هدایت بعد از اون که هدایت بزرگ ناتمام ماند در 48 سالگی خودکشی کرد. اما این شعر میتونه برای تمام دوران برای همه نسل های بشر الگو باشه. بعضی وقتا ما واقعا برای اینکه ادامه بدیم زندگیمونو به خاری و خفت تندر میدیم. حالا این که تمثیله. اقابه که خب مردار نمیخوره. گوشت تازه میخوره. ما هم مگه اقاب نیستیم. ما آدم هستیم که برای پریدن، برای اوج گرفتن، برای شرافت برای خصلت انسانی پرورش پیدا کردیم ساخته شدیم چه مذهبی نگاه کنیم به این موضوع که در قرآن اومده که انسان خلیفه خداست چه غیر مذهبی نگاه کنیم که اومانیست ها و معتقدین به فلسفه‌های های فراوانی مثل اگزیستانسیالیست معتقدن که انسان مداره جهان هست چون توانایی دخالت و تصرف در جهان داره چون تعقل داره احساس داره و عشق میپروره انسان باید دنیا رو اصلاح کنه اگر اصلاح نشده دنیا و روز به روز بدتر شده ما مثل اقاب رفتار نکردیم ما زاغ بودیم به پلشتی اونس گرفتیم دنیا رو دم دست کردیم دلمون خوشه که شغلمون رو داریم دلمون خوشه که مقام گرفتیم تو شغلمون دلمون خوشه که درآمد داریم اگر داریم بسیارن کسانی که از راه های غیر انسانی غیر اخلاقی بدونی که با خبر باشن که غیر انسانی و غیر اخلاقی است دارن زندگیشون رو میگذرونن از دلال شدن در موضوعاتی که به دیگران فقر رو تحمیل میکنه ما نباید زندگی مرفه داشته باشیم این درست همون مردار و پلشتی اون آشغال کنار جویی که زاغ گفت کیفیت زندگی بشر به رفاهش نیست به احساسات انسانی است به اخلاق انسانی است به بودن در شأن بشره حالا ممکن من رئیس باشم مدیر کل باشم وزیر باشم بالاترین مقام کشور باشم بزرگترین مجتمع تجاری زیر دستم باشه بهترین اتومبیل و بهترین خونه رو داشته باشم بریز و به پاش فراوان بکنم گاهی خلوت کنیم با خودمون ببینیم آیا از اون بود انسانی چی داریم آیا از ما خیر اخلاقی به دیگران میرسه احسان میکنیم در زندگیمون آیا درآمد سرشار من از جیب دیگران نمیاد آیا به ازای اینکه من در رفاه بیشتری باشم کس دیگری به فقر بیشتر دوچار نمیشه؟ پوز اتومبیلم و پوز مقامم و به دیگرانی بدم که اگر میخواستن شرافتشون زیر پا بذارن شاید از من بالاتر قرار میگرفتم معیارمون برای ارزش گذاری با آدمها چیست؟ اقاب بودن یا زاق بودن؟ پرداخت موجودات همه عزیز و شریف هن. این وچه نمادین داره دیگه شما بهتر از من میدونید غاب بلند پرواز و با شکوه سالم و ذاق فرومایه آشقال و مرار میخوره اما اون سنش کمه این بلند زندگی میکنه بلند زندگی میکنه به چه قیمتی؟ فکر میکنم هر کسی این شعر رو میخونه آخرش به این نتیجه میرسه که اقاب بودن و کم زندگی کردن شرافت داره به زاق بودن و زیاد زندگی کردن حالا اگه عمل میکنیم بهش یا نه اون بماند من خاندری رو خیلی دوست دارم حتی اگر شده فقط به خاطر همین شعر العاده است شما هم پسندیده باشید گاهی از این شعرها با هم بخونیم بعد نیست محتوا محتوای عمیقی و چقدر ابیات درست و محکم و سالم میارزه خیلی از این عبیات رو آدم در حافظش بسپره و گاهی به خودش یادآوری.